نسبت به صحبتی که کردین، اشاره کردین به میلیون ها نفر ایرانی که در اینجا حضور دارن، هیپوکراسی، من واقعا خودم احساس خودم رو بیان بکنم، دلم به درد میاد از این در حقیقت ذهنیت منافع جوی خودمحور انحصار طلب، نه تنها آقای فرهادی، کسانی که به خاطر منافع شخصی و به خاطر موقعیت شخصی تظاهر به مردم دوستی می کنند اما در عمل نمی کنند. ببینید، واقعیت امر این هستش که در نامه‌ای که خانم انصاری می خوانند، آقای فرهادی می گویند من برای احترام به ملت ایران که امریکا اجازه نمیده که جز به اون 7 کشور مسلمان هستن این اعتراض رو دارم. آقای فرهادی، شما برای احترام به ملت ایران چرا به جمهوری اسلامی که 3 میلیون آواره در خارج از کشور هستند و اجازه ورود به ایرانی ندارن و اونها ایرانی هستن؟ آقای ترامپ یک امریکایی رو نگفته من اجازه ورود نمیدم. آقای ترامپ داره به خارجیانی اجازه ورود نمیده که اینجا بعد از 11 سپتامبر ذهنیت بدی در جامعه امریکا به جا گذاشتن، و این به معنا نیستش که حق داشته این کارو بکنه، و این به معنا نیستش که من طرفدار آقای ترامپ هستم یا آقای خلیلی آقای طرفدار آقای ترامپ هست. ولی آقای فرهادی، شما اگر به احترام ملت ایران این نامه رو نوشتین، چرا به علت به احترام ملت ایران به رژیم جمهوری اسلامی اعتراض نکردین؟ شما از یک کشور استبدادخیز انسان ستیز میایید بیرون، شما از کشوری میایید بیرون که کامیون از روی آدم‌ها رد میشه، که مخالفینشون رو قطع قطعی میکنن و درگونی تحویل خانواده میدن. شما از کشوری میایین بیرون که شهروندان بهایی و یهودی ما رو به جرم جاسوسی اعدام میکنن. شما از کشوری میایین بیرون که موارد تبعیض و نقض حقوق بشر شرم‌آوره. شما خجالت نکشیدید یک همچین نامه‌ای نوشتید و اعتراض کردید به حرمت جامعه ایران؟ چرا قبلا این کارو نکردید؟ آقای خلیلی، ما خیلی در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های افتخارآمیز، ما افتخار می‌کنیم، آسکار گرفتیم، فلان کردیم، ولی بزرگترین افتخار رو آقای جواد ظریف و خانم معصومه ابتکار کردن. در این حال افتخار نمی‌کنیم که ماهایی که آواره هستیم اینجا، هر ایرانی که وطنش از اون آب و خاک اومده بیرون وقتی برمیگرده اونجا، یا تو زندان اوینه اگه من و شما باشیم و دیگر اندیش باشیم که ضد انقلابیم، یا تو زندان اوین هستیم، زندان اوین خیلی خوبه خانم، یا سرمون تو باده، یا واقعا دارم میگم شما آمدید از مملکت استراب و ترس و تنش و اعدام و سرکوب، و شما به نقض حقوق بشر یا به ناسیونالیست افراطی اینجا اعتراض دارید؟ این دل من برای چی به درد میاد؟ همونجور که در ابتدا گفتم حکومت مطلقه شخصیت سازی میکنه با تعیین نقش ها، حالا نقش یک کسی کارگردانه، نقش یک کسی نویسنده است، نقش یک کسی سینماگره، بازیگره، سیاسیه، فرهنگیه، با تعیین نقش ها شخصیت سازی میکنه برای پیشبرد اهداف منافع جویانه خودش. بفرمایید از یاد رفتید. اختیار دارین. ببینید، البته وقتی که اعلام کردن که خانم انصاری رو انتخاب کردن و البته آقای دکتر فیروز نادری رو برای اینکه پیامش رو بخونن، خب طبیعتاً من با توجه به اینکه سابقه ذهنی داشتم از موقعی که خانم انصاری به فضا رفتن، خانم انصاری کسیه که تبعی امریکاست، فکرم نمی کنم که در این مدت به ایران برگشته باشه، حدسم اینه البته، ولی تعجب من از همون موقعی که ایشون به فضا رفتن این بود که چطور ممکنه که ایشون پرچم امریکا رو همزمان با پرچم جمهوری اسلامی بر بازوی خودشون حک بکنن و با پرچم جمهوری اسلامی به فضا برن، با اینکه با توجه به اینکه ایشون به جرئت میتونم بگم که از سابقه پرچم خبر دارن، از سابقه پرچمی که با الفاظ غیر ایرانی و غیر زبان پارسی منقش شده کاملا خبر دارن، و خبر دارن که پرچم شیر و خورشید ایران در بطن در حقیقت از سال 1905، یعنی برآمده از انقلاب مشروطیت،
و این پرچم شیر و خورشید سند ملی و هویت ملی ماست و بسیار اون موقع البته تعجب کردم که چطور ممکنه که یه همچین اتفاق بیفته و البته این بار به هیچ وجه تعجب نکردم که پیام میخوانده بشه که در مورد یعنی برآمده از ذهنیت مردم ایران نیست، برآمده از مظلومیت و ستمی که ملت ایران داره میکشه نیست، برآمده از نمایندگی از ایرانیان خارج از کشور که بیشترشون بل اجبار جلای وطن کردن و مجبور شدن از اون مملکت بیان بیرون و بسیارانشون هم هستن که هنوز در سنگر مبارزه علیه این استبداد دینی، علیه این رژیم مخوف استبدادی مبارزه میکنن هستن و هیچ گونه متاسفانه سخنی در این زمینه گفته نشد. این سخن میبایست در از تریبونی استفاده میشد که متاسفانه نشد و امیدواریم که یک فرصت دیگری انشالله بشه که بتونیم بله که یک همچی چیزی اتفاق بیفته. بله به کراتشون در خارج از کشور بودن، هرگز وارد میدان بحث های سیاسی نشدن و در رابطه با فجایع و در حقیقت سرکوب های خانمانسوزی که جامعه ایران باش مواجه هستش نشدن. مقاله خانم میرزادگی نوشتن و در رابطه با همین عالم سینما میگن که شما یک هنرمند و بازیگر هستید، هنرپیشه های زن حتی حق ندارن در رول خواهر و مادر و همسر حجاب اسلامی نداشته باشه. بله به تصور من، چون فرصتم زیاد نیست، به تصور من ببینید وقتی که یه نقد در حقیقت روانشناسی ما اگه اینجا بخوایم بدیم، وقتی که شما میاید در یک صحنه‌ای که به قول شما میلیون ها نفر دارن تماشا میکنن، شاید بیش از 1 بیلیون نفر دارن تماشا میکنن، و به عنوان یک کارگردان سینمای ایرانی میاید نقض، یعنی بر علیه گام های افراطی که بخشی از جامعه سیاسی امریکا که باور دارن فرزند ترامپ یک ناسیونالیست افراطی، میاید به اعتراض به اون گام برمیدارید، چی میخواید به مردم بگین؟ چی میخواید بگین؟ میخواییم بگیم که من از کشوری میام که اونجا دموکراسیه، حقوق بشره، تساوی حقوقه، جامعه مدنی هستش و چون از اون کشور و از اون بک‌گراند دارم میام و همچین چیزی رو میبینم، من هم در پیوند با اون کارگردانان دیگه اعتراض دارم. میخواید این پیام رو به مردم بدید که جمهوری اسلامی جمهوری سرکوب نیست، جمهوری اسلامی جمهوری استبداد سیاه نیست، این فریب کاران است. قبول داری؟ یعنی این پیام مستقیم یا غیر مستقیم؟ ببینید از چند حال خارج نیست. یا شما میایین در این میدان مشترکاً با اینها این پیام رو میدین به خاطر مصلحت اندیشی و منافع جویی و یا کار نمایشی سیاسیه، باور ندارین بهش به خاطر حفظ موقعیته، یا اگر باور دارید پس دارید دروغ میگی، پس دارین فریبکاری میکنین. شما در زمانی که اونجا دارن زنان باردار رو اعدام میکنن منتظر میشن، شما در زمانی که سنگسار میکنن اونجا، شما در زمانی که واقعا بزرگترین فجایع میشه، لب سکوت سخنتون رو میبندین و به محض اینکه آقای ترامپ اینجا یه کاری میکنه وارد صحنه سیاسی میشین. به قول خانم میرزادگی اینجا به اندازه کافی سیاستمدار و خبرنگار و ژورنالیست دارن که اینا رو نقد کنن. شما برید به کار خودتون. من نگران اوضاع شرایط امریکا نباید بود. واقعا یک بار دیگه بایستی به این موضوع نگاه کرد که ما اگر تریبونی به دست میاریم و این تریبون رو میتونیم ازش استفاده بکنیم برای حق جویی ملت ایران، نباید اینو به این سادگی از دست بدید. آقای خلیل نازنین، ایشون این تریبون رو به دست آورد و ازش استفاده کرد برای مصلحت جمهوری اسلامی
و برای این پیامی که من از کشوری میام که همچین چیزایی وجود نداره. ایشون برای مردم نکرد، این تریبون برای این استفاده شد که من از کشوری میام که این گونه مسائل اونجا مطرح نیست. یک بیلیون بیننده دیشب که من هم یکی از اونا بودم، به عنوان یک ایرانی پای تلویزیون نشسته بودم، خانم انوشه انصاری پیامی رو خوندن که فی‌الواقع چون آقای فرهادی اگه یادتون باشه اسکار قبلیشونو که گرفتن به ملت ایران تقدیم کردن، در حقیقت میبایستی مفهومی باشه از پیام که برای ملت مظلوم ایران و ملت ستم دیده ایران یک پیامی داشته باشه، اون هم به خصوص در برابر یک تریبونی، در برابر یک جایگاهی که 1 میلیارد نفر آدم در دنیا دارن نگاه میکنن. و بنده در این مورد خیلی متاسف شدم. من انوشه انصاری رو دیدین که پیام آقای در حقیقت اصغر فرهادی رو میخوندن، مبنی بر این که خوبشون اول از ابتدا اعتراض کردن که آقای ترامپ در حقیقت دستورالعمل آقای ترامپ برای ممنوع الورود کردن 7 اتباع کشورهای مسلمان به ویژه ایران، ایشون معترض بودن و اعتراض کردن که در مراسم اسکار نخواهند آمد. در پیامی که آقای خانم انصاری خواندند، ایشون به خصوص میگویند که فیلم میکرها، فیلمسازها میتوانند کمرای خودشونو، در حقیقت دوربین خودشونو به سمت موارد تبعیض و آنچه که بر مردم در حقیقت ظلمی که به مردم میشه یا نقض حقوق که از مردم میشه بچرخونن و در حقیقت زور نورافکن ببرن. پستش اینجاست که آقای فرهادی، آیا شما این کارو میکنید؟ ببینید خانم ساید عزیز، من یه بارم اینو در NPR National Public Radio با مصاحبه کردم گفتم، من خیلی خوشحالم که ارزش‌های امریکایی و ارزش‌های ملت امریکا در این جریان، به خصوص در این جریان که آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ این قانون رو صادر کردن، نشون دادن ارزش‌های امریکایی. ارزش‌های امریکایی ارزش‌های دموکراتیک، یعنی ارزش‌هایی که قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه از همدیگه جداست. ارزش‌های امریکایی یعنی یک قاضی در استیت ایالت واشنگتن میتونه بیاد و فرمان پرزیدنت امریکا رو که اخیراً به قدرت رسیده یا به پرزیدنت رسیده اینو ملغا بکنه. این یعنی ارزش‌های امریکا. ارزش‌های امریکا یعنی ملت امریکا در جوار ملت ایران. برای کسانی که میخوان وارد امریکا بشن، چه ایران و چه کشورهای 6 کشور دیگر، وای میسه اعتراض میکنه و میگه که من میخوام این مردم آزار نبینن، اذیت نبینن. این ارزش‌های امریکاییه، این ارزش‌های بالنده امریکاست که من به عنوان کسی که در اینجا زندگی میکنم افتخار میکنم که با این ارزش‌ها دارم زندگی میکنم. فکر میکنم شما هم همینطور. البته همه ما اینطوری هستیم. زیباترین دموکراسی رو اینجا داره در حقیقت. و این ارزش‌های ملت امریکا و این ارزش‌ها رو ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم. و من هم مثل همه دیگران جلوی این فرمان آقای ترامپ وایستادم. ولی بایستی یک طرف قضیه دیگر هم باید توجه داشته باشه. اولا اینکه هر کسی حق نداره وارد امریکا بشه، یعنی این یه پریویلیج رایت نیست. یعنی اینکه دولت امریکا که برآمده از ملت امریکاست اجازه میده، یک امتیاز میده به یه نفر که وارد امریکا بشه یا اینکه وارد امریکا نشه. این پریویلیج که وجود داره، این یه مطلب. دو مطلب، یعنی یک مزیت داره. بله، یک مزیت. دو این مسئله اینه که ما از چشمانداز امریکایی اگر نگاه بکنیم این قضیه رو، یک حالت قضیه است. یک حالت قضیه این که از چشمانداز یک ایران و ایرانی نگاه بکنیم. من دیشب فکر میکنم که ما یک تریبون رو در دست داشتیم که این تریبون 1 میلیارد نفر داشتن میدیدنش و شاید هم بیشتر. و بعدها دوباره هر بار تکرار میشه و ما میتونستیم یک پیامی رو مطرح کنیم از طرف ملت ایران، از طرف ملتی که میگوید کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست.
و یا ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست، از طرف اون ملت که حقوقشون ضایع شده، حقشون ضایع شده، و یا اینکه از طرف بنده فرض کنیم، بنده 36 ساله از مملکت خودم خارج شدم، اجازه برگشت به مملکت خودم ندارم، و یا فکر میکنم شما هم همینطور، و یا هر کس دیگری که یعنی 5-6 محکوم به تبعید شدیم، 5-6 میلیون ایرانی که از ایران خارج شدیم، بسیارانی حق برگشت به مملکت خودمون نداریم. آیا واقعا حق ما در پشت این تریبون نمیبایست مطرح میشد؟ حق ملت ایران نمیبایست مطرح میشد که اجازه زندگی عادی و اجازه زندگی راحت و آسان در پرتو شرایطی که فرض کنیم اعلامیه جهانی حقوق بشر به آدم‌ها اعطا کرده، آیا حق نداریم زندگی بکنیم؟